شهرها و محله های شهر بیت المقدس از شب گذشته تا بامداد با امروز شنبه صحنه خیزش مردم این شهر در واکنش به اقدامات تحریک آمیز شهرک های اسرائیل نشین و تهدید آنها مبنی بر اجرای حملاتی علیه فلسطینی ها و اموال آنها بود این در حالی بود که پلیس اسرائیل در قبال اقدامات تحریک‌آمیز شهرک نشینان یهودی سکوت کرده و به سرکوب پی در پی جوانان فلسطینی در شهر قدس ادامه می دهد. جمعیت هلال احمر فلسطین در این باره اعلام کرد در جریان درگیری های فلسطینی ها با نیروهای اشغالگر در حومه شهر قدیمی قدس که تا بامداد امروز شنبه نیز ادامه داشت 20 فلسطینی با گلوله های پلاستیکی، بمب های صوتی و گازهای اشکاور زخمی شدند. از سوی دیگر شبکه خبری المیادین بامداد امروز شنبه گزارش داد سران رژیم سهیونیستی از دولت خودگردان فلسطین خواستند که شهر قدس را آرام کنند منابع فلسطینی در گفتگو با المیادین با اشاره به اینکه دولت خودگردان فلسطین به پیامهای اسرائیلی ها پاسخی نداده تاکید کردند که قدس برای چانه زنی نیست و برخواست خود مبنی بر اجرای انتخابات در قدس تاکید کردند سفارت آمریکا در قدس نیز از کارکنان و اتباع این کشور خواست به اماکن درگیری نزدیک نشوند این سفارتخانه در بیانیه ای از اتباع این کشور خواست که جانب احتیاط را رعایت کنند و تدابیر لازم را برای افزایش آگاهی امنیتی به کار بگیرند رسانه های اسرائیلی نیز گزارش دادن که در شامگاه جمعه تا بامداد شنبه مجموعاً سی راکت از غزه و در سه مرحله به سوی اسرائیلی ها شلیک شده است این رسانه ها افزودند که تنها چهار راکت توسط گنبد آهنین ردیابی شده و بقیه راکت ها فرود آمدند که نمونه از ناکامی گنبد آهنین است این رسانه ها همچنین از حمله توبخانهی و هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه خبر دادند.